اوضاع چطور آقا داماد؟ تو دقیقا ماجرا چیه؟ چیه ماجرای چی؟ یه سوال پرسیدم، مشکلش کجاست؟ نه آخه، کپکت خروس میخونه واسه همین تعجب کردم. میدونم هتل برات مهم نیست، ولی پای اسم خانواده‌ات در میونه. مگه ناراحتی مشکل رو حل میکنه؟ یه ماه دیگه هتل باز میکنیم، اینجوری یاد میگیرین که دیگه اشتباه نکنی. ما اشتباه نکردیم، واسم اون پاپوش دوختن. بسه دیگه بابا، تا یه مشکلی پیش میاد سری میریم رو نظریه توطئه. به این فکر نمی‌کنیم که آدمه ممکنه اشتباه کنه. درسته که اعتراف به اشتباه سخته، اما در نهایت ما همه آدمیم، پیش میاد دیگه. ولی اینکه به اشتباهمون اعتراف کنیم و سعی کنیم اصلاحش کنیم راحت تره. میدونی چیه؟ جلو تو از خودم دفاع نمی کنم. دفاع نکن، میدونم دفاعی نمی کنی، میشناسمت. والا منم که اسم کنم نمیشناسمت. خب اومدم حالا هوا تا عوض کنم چون دیدم ناراحتی. نظرت چیه؟ بریم بسکتبال بازی کنی؟ به نظر تو موده بسکتبالم؟ ای بابا، هر جور راحتی. گفتم حالا هوا تواس بشه، به کارت برس، کار داشتی زنگ بزن. تو منو خوب میشناسی ریان، تو لفافه حرف زدن رو دوست ندارم. خواهش میکنم روک و پوسکنده بگو. کی تو لفافه گفت؟ چجوری واضح‌تر بگم؟ مراقب خودت در مقابل وسام باش. آره، ولی نمیتونی بگی مراقب خودم باشم و نگی چرا و هیچ دلیل قانع کننده ای نداشته باشی، وگرنه حرفات مزخرفه. یا این که میشه خودخواهی. خداحافظ. خب، خوشحالم که شام در خدمت شما. امیدوارم دفعه آخر نباشه. میخوام قبل از خوردن دسر یه چیزی بگم. انگار آدم جلوی خانوادشم استرس میگیره. مدتی دارم فکر میکنم چجوری، کجا، چی میخوام بگم و چی کار کنم. فرح، چیزی نمیخوام جز اینکه زندگیمو با تو ادامه بدم. با من ازدواج میکنی؟ آه